از مزدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از فشار ششم مدت بیشتر از 300 روز می گذرد. طالبان یک ماه بعد از به قدرت رسیدن اجازه بازگشایی مکاتب پسرانه در تمام سنوف را صادر کرد. اما از آن روز و بعد تا اکنون مکاتب دخترانه بالاتر از فشار ششم مزدود مانده است. طالبان حدود بیش از 300 روز می شود که دختران را از رفتن به مکاتب باز داشتند و با آنکه این تصمیم واکنش های تند جهانی را به همراه داشته است و اما تصمیم طالبان مبنی بر مسدود ماندن مکاتب برای دختران همچنان پابرجاست طالبان برای چندمین بار است که وعده بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان را میدهد و با گذشت ماها هنوز بر تعهد خود در قبال دختران افغانستان عملی نکردند بسته ماندن مکاتب در افغانستان یک مسئله خیلی ها جدی و بزرگ امروز هست و متاسفانه طول یازده ماه از آمدن امارت میگذره دروازه مکاتب بروی متعلمین ما بسته میباشد و مردم افغانستان کاملا ناامید هستند و این بسته ماندن مکاتب و بازماندن اولاد ما هست مکاتب به هیچ قانون به هیچ دین به هیچ مذهب نه تنها برابر نیست بلکه در دین مقدس اسلام به تضاد قرار گرفته و قسمی که امارات اسلامی وعده سپرده بودند که قرار بود باید دروازه مکاتب باز میشد متاسفانه باز هم به با کفشان عمل نکردن در این قسمت از جامعه جهانی و کمیسیون های حقوق و بشر بین المللی جدا تقاضا میکنیم کنیم دروازه های مکاتب را به خاطر باز نگه داشتنش امارات اسلامی فشار بیارن تا که مردم ما از سواد از علم معرفت محروم نگردن و این یکی از خواسته های برحق مردم افغانستان هست هیچ تضاد به هیچ انوان پذیرفتنی نیست مزدود ماندن مکاتب دخترانه تاثیر حمیقی برای دختران و زنان افغانستان داشته است 300 روز از مزدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان می‌گذرد. این موضوع تاثیر عمیقی بر روان دختران خانواده و آینده کشور داشته است به خاطر که درس بخوانیم ما تسلیم نشدیم و هر گونه مشکلات مبارزه کردیم مجادله کردیم تا که بتانیم درس خود بخوانیم فعلا مکتب های سنف هفت به بالا بسته هستند ما از طالبان خواهان بازگشایی دوباره مکتب ها هستیم سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به ادامه مزدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان در افغانستان از جهان خواسته است که برای پایان دادن به این ستم تکان دهنده بیشتر تلاش کنند لطفا مکاتب را بر روی ما دختران باز کنید